بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما در برنامه کویک بوکس روی دو موضوع جدید کار میکنیم که هر دوی از این موضوع که است مربوطی ادوانس اینونتری میشه. ادوانس اینونتری اگر تو میخوایی که از این دو موضوع استفاده کنی به تو آپشن ادوانس اینونتری در برنامه کویک بوکس داشته باشی، یعنی او را اکتیف کنی. اگر اکتیف نکنی کار نمیکنه. و ادوانس اینونتری را که ما شما استفاده میکنیم به خاطر از او باید ما شما پول پرداخت کنیم. اگر پول پرداخت نکنیم، او را پرچیز نکنیم، ما او را استفاده کرده نمیتونیم. مگم برعکس میکرکی که ما استفاده میکنیم، ستاپی که ما شما استفاده میکنیم 2021، دی اتوماتیکلی ادوانس اینونتری خودش فعال میباشه. دی کرک خویرا ما شما از کجا فعال میکنن، کدام دوتا کماند است که امروز ما میخوانیم. اولینش که هست به نام کلاس ترکینگ یاد میشه، به نام کلاس ترکینگ یاد میشه. دومیش که هست به نام ملتیپل سایت یا سایتس یاد میشه. کلاس ترکینگ به خاطر از این استفاده میکنیم. این بسیار مهم آپشن است. اگر تو میخوایی که عایدات تا، انکم تا و مصارفات تا، اکسپنس با اساس دیپارتمنت مشخص کنی، دیپارتمنت مشخص کنی که ما به طور مثال اگر پانتون در نظر بگیریم، ما با از طریق دیپارتمنت کمپیوتر ساینس چقدر پول به دست آوردیم. پول خود مجموعا جمع میشه، مکمل صحیح است، ای جمع میشه. خو اگر ما بخوایم که دمی ما که چقدر ثبت نام کردیم، ادمیشن کردیم، دی چقدر پول مربوط پانزه اقتصاد میشه، کمپیوتر ساینس میشه، یا خو ما خود ما میتونستیم که به او جمع بر شهر پانزه جدا جدا جور میکردیم، صحیح است. از این طریق هم میتونیم. و یا اگر تو بخوایی که مثلا در این سال ما 20,000 دلار مصرف کردیم در پانتون، یادم اینجوی خود ما با فایننس دیپارتمنت چقدر مصارفات کردیم، آی تی دیپارتمنت ما چقدر بودجه را مصرف کرده، مصارفات کرده، صحیح است. به مو شکل مارکتینگ یا دیپارتمنت بازاریابی ما چقدر بودجه را مصرف کرده. به خاطر معلوم کردن از این چیزا که ما از کلاس ترکینگ استفاده میکنیم، بسیار یک آپشن مهم و اساسی است. مثلا اگر دیگه مثال در نظر بگیریم، اگر ما بخش فروشات داریم، یک نفر از دستی قمار مارکت شرکت داره می وسایل کمپیوتر میفروشه، یا میخوایم معلوم کنه که ما چقدر فروشات در ولایت بغلان داشتیم، مشتری ما از ولایت بغلان بود که از پیش ما خریداری کرد، چقدر از ولایت کابل بود، چقدر از ننگرهار بود. این چیزا را که شما میخوایم معلوم کنیم از طریق کلاس ترکینگ میشه. ملتیپل سایت یکی از آپشن های دیگه بسیار مهم است که در برنامه کویک بوکس ما این استفاده میکنیم. سایت چی را میگه؟ دفتر دومی، صحیح است. مثلا ما دفتر مرکزی ما که است، مین برانچ ما که است، ایدا کابل است. در کجا است؟ کابل است. ما چندین نمایندگی دیگه هم داریم، مثلا بغلان هم است، ننگرهار هم است، قندهار هم است. جنسی که ما میاریم مستقیم در کابل میاریم، باز از اینجای به ولایت ها تقسیم میکنیم. اینونتری که ما میاریم میخریم، شما چه قسمی مسئله در برنامه کویک بوکس مدیریت میکنین؟ که مثلا رئیس از پیش ما پرسان میکنین که تو معلوم که برای ما که در بغلان ما چقدر جنس داریم، صحیح است. در سایت مرکزی ما چقدر جنس است، در ننگرهار چقدر است. به طور مثالی با کس گپ زده بود که من کاملا بزنس خودم میفروشم، ای میخوای که می کرنت اسید یا فیکس اسید کلش معلوم کنه و کمپانی رو با کس دیگه بفروشه، یا بدون ازو تو دیگه جنس میاری، میخوای نمایندگی تو معلوم کنی که جنس به او جن نیاز است یا نیست. این کار ما شما از طریق ملتیپل سایتس میتونیم انجام بدیم. از طریق چی؟ ملتیپل سایتس. خب بخاطر ازی باید ما شما چی را فعال داشته باشیم؟ امرای خود ما در برنامه کویک بوکس آیتم لیست باید فعال داشته باشیم. آیتم لیست به این معنی چیزی را که ما شما میخریم و دوباره میفروشیم، او را باید قبل از قبل جور کردگی با خود داشته باشیم. اگر او سرویس آیتم باشه، اینوینتری پارت باشه، نان اینوینتری پارت باشه، با یا هم اینوینتری اسمبلی باشه، مشکل نداره. و با کلاس ترکینگ کس ما این چیزها را نیاز نداریم. حالی میم چی کار میکنیم؟ زیاد قصه نمیکنیم، میریم عملی کویک بوکس باز میکنیم، سر ازی مسائل کار میکنیم. خب برنامه کویک بوکس تر باز کریم. اگر تو میخوایی که دو آپشن رو در برنامه کویک بوکس فعال کنی، به شکل نرمال یا فعال نمی باشه، مثل ملتیپل
کرنسی وری ما شما چیکار میکنیم میایم در برنامه کویک بوکس نمینو ایدیت ده اینجا که آمدین ده پریفرنسز می تا تا گورا بعضی مسائل بیخی نی ویریخه تو به خستگی گنا چی والا استاد داشه تشریح کو دی من خود بیخی نو پویگم زند تا خوندې اوم چې اول مې کوئی بوکس ولې نه پیپېدلم خو په وخت سره دا ته 10 دقیقې کنه د څه خونی ته چی شته راغلې دي په راغلې چیز ده کې صحیح ده چې زړه کې چې ونه ګرځي والا استاد ته دونه قصې کوي تا خو ما ته یاد نه دي ځان سره سیاغه شي کنه دا به ټول ان شاء الله 10 دقیقې او لس لس دقیقې وخت راځي چې زړه سره کار کوم چې کوم ځکه نه پیدلې د انجې کې اومدې مې هم دا په فارسی کې مشکل نه لري items in inventory the inje mein the qismat ke umadi the company preferences the inje ke umadi bibin amray moshma ek option as banome advanced inventory settings ida varjanay dege ki shuma istifada mikun de ek sham kar na mikuna khud quickbooks enterprise solution ke kami kharin e kar na mikuna barazu shuma majboor astin dege pul bardakh konin khub khushbakht an adami varjan crack ki ma istifada mikun e kar mikuna ida ki faal kadin bibinin امرای ما شما در اینجا یک اپشن است بنامی ملتیپل انوینتری سایتس انیبل نیست نی و میگم ایره انیبل کو یک اپشن خواهی شد ایره چی کار میکنیم ما شما اوکی کلیک میکنیم اوکی که کلیک کردیم ای انیبل شد اوتوماتیکلی دیگهش که اگر تو میخوایی که کلاس ترکینگ اپشن افعال کنی بیا در منوی در تابی اکاونتینگ در اینجا که آمدی ایجا برای ما مسج میتر میگه تو چیز تغییرات آوردی پیش از که دوجه بری ما ایر تغییرات چی میکنم سیف میکنیم میخوای ایر سیف کنیم میگم بله اوکی تمام صفات بسته میشه خب پس اونو بازو در اینجا که آمدین در بخش پریفرنسز مای پریفرنسز نمیم در کمپنی پریفرنسز در اینجا بیاین پایین سل کن یک اپشن است بنامی کلاس یوز کلاس ترکینگ فور ترانزکشن آیا میخوایی که کلاس ترکینگ با تمام ترانزکشن هایی که تو ریکارد میکنه استفاده کنیم میگم بله امرایز ای اپشن دلت فعال میکنی نمیکنی اگر میخوای که هر وقت که ما یک ترانزکشن را ریکارد میکردیم و کلاس اساین نکدم برش صحیح است برای ما کویک بوکس یک مسج بده پرامپت تو اساین کلاس ای فعال باشه نباشه ای یک مزاحمت میکنه بعدن برای ما میگم نه هیچ فعال نباشه به خاطر از اینکه هر ترانزکشنی که تو ریکارد میکنی کلاس برش اساین نکردی انتخاب نکردی برات مسج میده میگه به ادب تو اشتباه کردی کلاس اساین نکردی برسی کسایی که نواستن برش خوب است که آپشن فعال کنه به خاطر از اینکه اگر فراموش کرده باشه با یادش میاد که او کلاس اسپیش مونده چې کوی بوکس برای ما مسج در اگر کسایی که ناو نیست و مشکل نتر خودش میفهم چه قسمه فعال کنه ما یې کلیک میکنم به خاطر از اینکه پرکتیس اس کلیک میکنم اوکی کلیک کردم باز بسیار مزاحمت میکنه برای ما آمدیم در میشه در هوم پیج آمدیم حال شما بیاین وقتی که او رو فعال کردین بیاین در مینوی لیست در مینوی لیست دو اپشن امرای ما شما چی میشه فعال میشه یکیش که است بنامی کلاس لیست است و دیگیش بنامی انوینتری سایت لیست اگر ایر غیر فعال کنید یکی از ایم نامی باشه سل کجا آمدم ایر ببخشین ایر غیر فعال کردم به مشکل در انوینتری آمدم در inventory بود نی advanced inventory ایرا غیر فعال کردم اوکی کلیک کردم اوکی حالا شما بیاین ببینین هست امرای ما در مینوی لیست کلاس ترکینگ هست یوز کلاس نیست ملتیپل سایت هست نیست کار نمی کنه باید چی کنین شما فعال کنین از جی پس ایرا آمدن در اینجا اوکی کلیک کردم اوکی کلیک کردم باز در اکاونتینگ تاب آمدم گفتم بیادر در اینجا کلاس ترکینگ هم استفاده میکنه اوکی خوی کار که کردین آلی باید شما چی کار کنین هم اینوینتری سایت خود ذکر کنین مشخص کنین و هم شما باید کلاس های خود جور کنین صحیح است ما پیش از اینکه سر اینوینتری سایت کار کنم میام در کلاس لیست میام در کلاس لیست که بین شما هیچ لیست فعلا پیش ما وجود نداره به خاطر از اگر تو میخوای که کدام کلاسی نو جور کنی رایت کلیک کن نیو انتخاب کن نیو که انتخاب کنی قسم یک صفحه میاد چی نام میدی به کلاسی اگر او مربوط خودت میشه بیاد اگر تو میخوای که مثلا ما وقتی که فروشات میکنیم میخوای به خاطر مشتری داخلی و خارجی یک کلاس جور کنی اکسترنال کاستمر و انترنال کاستمر بیرونی و داخلی مشتری یک کلاس برای جور میکنم مثلا نوشته کردم که انترنال سلز صحیح شد یک کلاس جور کردم ایره نیکس گفتم دیگه میگم که اکسترنال سلز ما فروشات داخلی چقدر داریم و فروشات بیرونی چقدر داریم صحیح است و یا هم ایره قسم میتونه که ما ایره کنسل کنم اینه میره رایت کلیک کنم که یک دانه جور کردم ایدت بگیم ایره نوشته کنم که کابل سلز صحیح است کابل
سیلز و بعد از اوکی رایت کلیک کنم نیو انتخاب کنم برش بگیم که پروینشل پروینشل دست رازی کنم سیلز پروینشل سیلز و چقدر فروشات ما ولایتی داریم و چقدر فروشاتی ولایت کابل داریم صحیح است پروینشل اگر کدام جایی سپلنگش مشکل داشته باشد پشش نکردین خوب بازور خودتون صحیح نوشته کنید و یا ای طور هم میتونیم که اگر به اساس مشتری باشه ما بگیم که بیدر این مشتری ما اکسترنال است یا انترنال است یا حتی میتونیم وقتی که مصارفات ما درس میکنیم دیپارتمنت وایس ما مصارفات خود کتگرائز کنیم مثلا نوشته میکنیم که فایننس دیپارتمنت یک دانه کلاس جور کردیم آیتی در دیگر دپارتمنت جور کردیم دپت دیگر دپارتمنت جور کردیم و با مشکل سیلز سیلز اند مارکتینگ دیگر دپارتمنت جور کردیم صحیح است سی دپارتمنت داریم مثلا مثال اوکی کلیک کردیم خب حالا چی وقت استفاده میشه به طور مثال شما ببینید من یک ترانزیکشن ریکارد میکنم میرم در مینوی لیست در چارت اف اکاونتس کلیک میکنم ترانزیکشن چی رو ریکارد کنم پول دارم ندارم ما پول دارم پیشی فرهاد 74000 افغانی پول دارم صحیح است ما اعلانات کردم چی کردم اعلان کردم سیل کو ادورتایزینگ اند پروموشن اکسپنس به خاطر کی به خاطر تیم مارکتینگ خود اعلان کردم میم د کدام چی ترانزیکشن از ریکارد میکنم د مینوی کمپانی د میک جنرال جنرال انتریز د اینجا کی اومدم میگم به تاریخ 16 تقریبا ما چیکار کردیم پروموشن و ادورتایزمنت کردیم یا ادورتایزنگ اکسپنس کردیم صحیح است در کجاست در اینجاست ایر انتخاب کردیم چقدر پوله گفتم که بیادر تقریبا به حدود 7000 افغانی را ما چی کردیم اعلانات کردیم خب اعلانات که کردی تو پولش از کجا پرداخت کردی پولی شما پرداخت کردیم از کیش اکاونت افغانی کیشیر ما بلند فرهاد ای پول پرداخت کردن وقتی که اکاونت انتخاب کردیم ببین دیگه یک کالم دیگه امرای ما اضافه میشه به نام کلاس اکسپنس که تو ای پروموشن کی کردی ادورتایزینگ کی کردی به خاطر کدام دپارتمنت کردی نامای اون نمو چیزاری که ما اونجا جور کردیم کلش جمعی ہے به خاطر فایننس آی ٹی یعنی به خاطر سیلز اند مارکتینگ میگم سیلز اند مارکتینگ کردیم میرن بعد از اینه سیف این کلوز نیو میگم باز میگم سل کجا برای ما چی میگه میگه تو باید ترانزیکشن کلاس اساین کردی با دیگهش کلاس اساین نکردی مشکل نداره میگم نه ایرم اساین میکنیم که ما گفتم که اینقدر پول ما به کدام دپارتمنت مصارفات پرداخت کردیم مسیج میده و اگر ایره تو پاک کنی مثلا به طور مثال اون مسیج غیر فعال کرد ما آمدم در اینجا در ایدت در پریفرنسیس آمدم در اکاونتینگ گفتم بیادر برای ما مسیج نتی آل سر که هیچ انتخاب نکردیم نه سیو نیو میگو مسیج میته برای ما نمیته مسیج صحیح است یک مزایمت میکنه براتون باز میگم به همی تاریخ که است دیگه ما چی کردیم مصارفات کردیم آمدم در اینجا ادورتایزینگ اند پروموشن اکسپنس انتخاب کردم این دفعه میگم 10000 افغانی ما چی کردیم اکسپنس کردیم و این پول کی پرداخت کرد از کشیر ما از اکاونت افغانی پرداخت کرد تا میمو میتونی میمو رو نوشته کنی اگر نوشته نمیکنی مشکل نداره تا کلاس آمدم گفتم که بیادر ایده ما این دفعه بخاطر دپارتمنت آی تی کار کردیم این پول کی پرداخت کردیم بخاطر آی تی دپارتمنت سیف این کلوز کلک کردیم خب دو ترانزیشن ما دو قسم مصرف جور کردیم صحیح است تاریخ چند بود؟ پس میان در مینوی چی کمپانی میبینیم که ترانزیکشن از کدام تاریخ هسته تاریخی یک خب باش که اونم پیدا کنم تاریخ چند بود نفهم 16 است فکر کنم تاریخ 16 ما اینجا میایم وقتی که در ریپورت بیایم در کمپانی فاینانشل در پروفیت اند لاست میایم ما میگم برای ما به عدد چی کار کو از تاریخ 16 را تاریخ چی را 16 را برای ما انکم و مصارفات ما نشان بدی صحیح سی طرف که کلک کردی برای ما میگه تاریخ 16 که است تو بیادر انکم هم داری و اکسپنس هم داری اکسپنس فقط اعلانات است دیگه مصارفات چیزی نداری اعلانات خواست مکمل چقدر است 17000 افغانی است چقدر است 17000 افغانی خو این 17000 افغانی معلوم نمیشه برای ما که به کدام دپارتمنت ما مصارفات کرد مجموعا مصرف برای ما نشان میده صحیح است آید تام چقدر است آید ما 30000 افغانی است ما به خاطر از اینکه شما بیخی واضح‌تر بفهمین اینمی بی سی اس دپارتمنت تاریخ 17 ترانزکشن که است یک تاریخ دیگه را برش انتخاب میکنیم 16 را میم باز چیکار میکنم در مینوی کمپانی میم در میک جنرال جنرال انتریز و نمو تاریخ 16 را ترانزکشنش همه چی میکنم پیدا میکنم تاریخ 16 بود چند بود
BCS department ke pula ki ayde ki mabadest awardin BCS enemista ida chi mekin arda intikhab mekin ke tana expense dawja bana ida edit kadam ek transaction save and close guftum ida save and close click kadam ali jabi bin faqat masarifat nishan mete mege bay tariq to ich ayd nadari khubi masarifat kho asta rais guft pyadar tu ای افتازار فکر کن تو افت لکو افتازار افغانی استی زیاد است زیاد مشخص کردنش بسیار مشکل است که تو مجبور است بری در جورنال بری هر ترانزکشن از اون تاریخ جدا جدا معلوم کنی باش که این ای قدر برازی دپارتمن کردیم ای قدر برازی دپارتمن اگر تو میخوای دمیج مشخص بسازی ره چی کار میکنی؟ میای دمینوی ببخشیم در کماند کستومایز ریپورت در اینجا که آمدیم یک آپشن سمرای ما شما به نام فیلترز فیلتر انتخاب میکنی ایره که انتخاب کنی فیلترن که هست از بساسی اکاونت و دیت هست ما چی کار میکنم ایش تمام اکاونت ها انتخاب شده ایست ما میگم بیادر ایت کار کن که ما میخوام فیلترنگ و بساسی کلاس بکن فیلن چیز تمام کلاس انتخاب شده ایست یا نیست صحیح است میخوای ملتیپل کلاس فال کنی یعنی فقط میخوای که از دپارتمنت آی تی و از دپارتمنت فایننس معلوم کنی میگم ملتیپل کلاس میخوام فال کنم کدام کلاس میگم برای ما صرف از دپارتمنت آی تی و از سلس نشان بده باز اگر شما ببینید باز اینم 17000 نشان میده به خاطر چی نشان میده به خاطر از اینکه 17000 از می دو دپارتمنت هست اگر تو میخوای مشخص کنی یک دپارتمنت وایس باز بیاد اینجا برش بگو بیادر ما باز میخوام یه اساس کلاس چی کنم و این دفعه ملتیپل سایت نمیخوام فقط برای ما از دپارتمنت سلس مارکتینگ مصارفاتش نشان بده بس خلاص اوکی کلیک کو میگه از دپارتمنت چقدر هست 7000 افغانستان اگر میگی نه خی ای دفعه تو یک کار کو بیادر تو کار کو که از فقط از دپارتمنت آی تی رو برای ما نشان بده چقدر مصارفات کردیم در می تاریخ اوکی کلیک کو میگه مصارفات بیادر 10000 است از دپارتمنت و اردوش هم میخواستی در اینجا که اومدی برش بود در کلاس که اومدی یا آل انتخاب کو یا ملتیپل ملتیپل میتونی که دو دانه یک دانه سه دانه انتخاب کنی و اگر آل انتخاب کردی تمام دپارتمنت ها رو میاره ما چی میکنم بخی میگم فیلترینگ با اساس کلاس نا کو ایره ریموو کو ریموو سلیکتد فیلتر ایره که دور کده اوکی کلیک کو پس تمامش مصارفات برای ما نشون میده به این شکل شما میتونید که کلاس ترکینگ بکنید هم به خاطر عاید و هم به خاطر مصرف خب به این جگه تو میخوای که کلاس بیاری کلاس آورده نمیتونه خب میتونی که دپارتمنت وایس تو از طریق کلاس چی کنی بره مشخص کنی مطلب ما گرفتی یعنی تو ایتور نمیتونی که کالم دیگر برش بیاری مثل چی وارد دیگه بخش آوری که تو بیای بدر اینی کالم رو برای ما چی کویجه اضافه کو یا این کالم باشه نباشه سل کو به اون شکل ما کدام آپشن نداریم به خاطر اضافه کردن کالم که اینی کالم این کلاس هم باید فعال شوه که ما بفهمیم که 17000 7000ش که مربوط سلس است و 10000 دیگه که است نه هی تو میتونی که فیلتر کنی کالم دیگه رو اضافه کردن نمیتونی خب به این سوال نیست آیدم به مشکل شما میتونه ایره ما مصارفات به خاطر از اینکه ترانزکشن چی رو ثبت کردیم مصارفات رو ثبت کردیم حالا اگر شما برین در ترانزکشن های قبلی تن از آیدات تن نه آیدات ما پیدا میکنیم کدام اکانت هست آیدات محدود اونها سلس هم. سلس چیز آید ما شما هست نیست ایره مثلا تو میتونه مشخص کنی که سلس ما سلس پروینشل سلس است یا کابل سلس است ما میگیم که سلس ولایت کابل است اینجا من انتخاب کو و اینجا من انتخاب کو صحیح شد ایره انتخاب کردم ایره سیف گفتم و باز چی کار کردم دیگه ترانزکشن رفتم پیدا کردم اینه ای سلس ما که است بطور مثال ای خود سلس نیست نه ایره بجای ازی که دپارتمنت چی ره انتخاب کردیم کمپیوتر ساینس انتخاب کردیم ایره پس میریم سلس انتخاب میکنم و ایره فبرش میگم که سلسی ولایتی ما است یک تغییرات آوردم که شما بفهمید که در کجا استفاده میشن ایرم پروینشل سلس انتخاب کردم و سیو انکلوز گفتم یس انتخاب کردم حالا اگر ما شما بیم دیجا میگیم که برای ما تمام فروشات ما سلس ما از تمام تاریخ ها را برای ما چی کو آید نشان بده و فعلا برای ما چی نشان میده د این کم سلس نشان میده و بی بی چی نشان میده ما فکر کنم شاید کی را ما بتونیم که فیلتر کنیم که بعدا چیکار کو د فیلتر بیم که برای ما چی بود اکاونت کدام اکاونت بود اکاونت های جماعه چی داریم در اکاونت که از آل اکاونت انتخاب شده گیست ما میگیم بیادر تو چی کار کو ببین خو آل اکویتی اکاونت نباشه آل اکسپنس اکاونت نباشه بنام خو ملتیپل اکاونت انتخاب میکنیم در اینجا که آمد میگیم بیادر تو چی کار کو برای ما فقط سلس نشان بده دیگه چیزا را بی سی اس و چیزای دیگر نشان
ندی و دا پالو یزو کی هستا انکم چیزا رو برات نشان بدم میگم نه نشان ندی اوکی کلیک کو یا خواج ایش فقط برای ما سلس نشان میده یک مثلا صحیح شد دیگه ولی تو میخوای که کلاس ام فعال کنی سر ازی که سلس داخلی ماست یا ولایتی ماست یعنی از کابل است یا از ولایت پس دا فیلتر که اومدی بگو یک فیلترینگ است طریق اکاونت ام شوا و یک فیلترینگ است طریق کلاس ام میکنم چه کار کو اینجا بیا پس برش بگو که بعدا برای ما چی کو تو اینجا بیا سلس ولایتی رو مرا نشان بده که سلس داخلی ما ولایتی ماست یا مرکزی ماست کوکی کلک کو میگه ولایتی سلس ولایتی که 30000 افغانی است اگر میخواستی که نه سلس چی را پیدا کنی د کلاس بیا سلس ولایتی را پیدا کنی خو د پالو ای چی کو از کابل میخواستی معلوم کنی اوکی کلک کو اوکی اینا سل کی اس چی است از کابل است 2500 از ولایت کابل فروشات داشتیم و 7000 بود یا 30000 افغانی را ولایتی سلس داشتیم به این شکل شما میتونید ریپورت خود چی کنین؟ فیلتر کنین اگه میخواین هم به اساس تاریخ هم به اساس اکاونت و هم به اساس کلاس ده ایچه سوال است کلاس ما به خاطر از استفاده میکنیم بسیار یک اپشن مهم و اساسی است اگر مشتری دارین شما سل کنین وقتی که ما میریم در کستومر میریم در کستومر وقتی که ما به یک مشتری انوایس جور میکنیم در انوایس که آمده مثلا پیش ما یک مشتری است برای انوایس جور میکنیم خب مشتری که است اگر تو میخواستی مشخص کنی که مشتری داخلی ماست یا بیرون دین سل و کلاس هست برای ما میبینین اکسترنل کستومر یا انترنل کستومر از این جمعی رو میتونیم وقتی که ما خریداری میکنیم با خریداری هم ما میتونیم که چی کنیم در وقتی که مثلا رسیو آیتم میکنیم سیس در اینجا هم ما میتونیم اونجا چی کنیم کلاس مشخص بسازیم خب زیاد که استفاده میشه به خاطر مصارفات و عایدات ما استفاده میکنیم که مصارفات ما چه رقم است به کدام دپارتمنت است عایدات ما چه رقم است اینجا ما میتونیم کلاس کستومر را اضافه کنیم بله چه خطر کلاس که تو میخوای اضافه کرده میتونی به هر ترانزیشن میتونی کلاس های مختلف انتخاب کنی زیادتر ما دیدیم امی کسایی که رسیده قمر کار میکنه کویک بوکس استفاده میکنه برای ما معلوم است و از کلاس استفاده میکنه مثلا به نام پاورلینک یک چیز ده شرکت می کامپیوتر فروشی است که ششاف دان دکان داره و کلش از کویک بوکس استفاده میکنه است در کویک بوکس باز کلاس ترکینگ هم فعال کرده که یا مشخص کنه که مثلا یک ملتیپل سایت هم فعال میکنه یک کلاس ترکینگ هم که ایره مثلا ما یک چیز را که می خرید روان کردیم به کدام گودام روان کردیم در دکان اول منزل دو سه در کدام جا روان کردیم صحیح است و چه قاعده که ما به دست آوردیم از کدام چیز در دکان ما است دکان منزل سه است چهار است پنج است این شکل یا چی میکنه هم ملتیپل سایت فعال میکنه هم کلاس ترکینگ این مسئله خلاص شد ما در موضوع اینونتری سایتس اینونتری سایت به خاطر از اینکه امروز ما اینونتری لیست باید باشه فعلا اینونتری لیست ما در اینجا نداریم به خاطر از این نداریم که تانو زوره نخوندیم یک کمپانی دیگه ما داریم دوجه تمام از چیزا هست میرم او را باز میکنم به خاطر از اینکه وقت مزایا نشم آمدم در فایل این کمپانی را بخی کلوز میکنم این چه کردم مکمل کلوز کردم Welcome to your QuickBooks retrial. I want to open an existing company file. I click on بالا میرم میگم یک کمپانی دیگه است این اینترکانتیننتال هتل کابل که هست دای ما اینونتری لیست تیار دارم اوپن کلیک کردم ایره ایره باز میکنم پاسوردش هم نوشته کردم اکسمپل کمپانی سے خودم جور کردم ایره که باز کردم خب آلی میم ما شما اول قبل از اینکه تو میخواستی سلکو یه اپشن ها اینجا یک اپشن برای ما داد یه اپشن که هست ای بخواد در هر کویک بوکس کار نمیکنه فقط در کویک بوکس که انترپرایز سلوشن باشه ای را اگر تو اینبل میکنی سلکو ادوانس انترپرایز میخوای اینبل کنی ادوانس پرایسینگ میخوای اینبل کنی ادوانس ریپورتینگ سیستم میخوای اینبل کنی صحیح است ای اپشن ده اینجا امرای ما هست سلکو سیت اپ سبسکرپشن فیچرز ای بخاطر از اینکه تو سبسکرایب کردی یعنی پول پرداخت کردی کویک بوکس برای ما میگه در حقیقت ما هیچ پول پرداخت نکردیم متوجه هستیم این دیگه کراک از دیگه ورژن کار نمیکنه خب این کلش هم اصلا میکنه این صفحات که در اینجا باز است آمدم چی کار کردم اول اینونتری لیست خود میبینم در کجا میرم در مینوی لیست در لیست که آمدم در آیتم لیست در اینجا ببین اینقدر سرویس آیتم و اینونتری آیتم ما داریم سل کنیم این اینونتری پارت هست برای ما سی پی یو کیبورد مانیتور ماوس پی 4 سیستم اینونتری اسمبلی است پروپوزل لایتینگ کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ کویک بوکس آنلاین ترنینگ یا سرویس آیتم است علی دیگه جور کردی ای که پیشت باشه تو میتونی که از ملتیپل سایت چی کنی استفاده کنی فعلا ما میخوام ببینم که پیش ما د بزنس ما اینونتری وجود داره نه مثلا من ناو بزنس شروع کردم بزنس ناو شروع کردم چیزی که میخرم و میفروشم آمدم د مینوی لیست آیتم لیست ایره رساندم ما اینونتری پارت میخریم میفروشیم و سرویس آیتم میفروشیم
ایره جور کنیم انوینتری هست دیگه خواهی نمی انوینتریز کلشن صحیح است؟ انوینتری پارت ها بس این انوینتری است صحیح است؟ انوینتری و انوینتری پارت چی تفاوت داره؟ انوینتری هر چیزی که ما می خریم بخاطر از اینکه دوباره بفروشیم میره به نام انوینتری یاد میکنه انوینتری پارت یا انوینتری و هر چیزی که ما به خاطر از این میخریم که دوباره نمیفروشیم میره به نام انوینتری نان انوینتری پارت یا انوینتری یاد میکنه مثلا این ال سی دی که پیش روی تن ماندگی است اینو به خاطر از این ما نه خریدیم که دوباره بفروشیم به خاطر یوز استفاده میکنه نه به بزنس رن کردن بزنس اینو به نام انوینتری پارت یاد میکنه اینی مونیتور که هست اینی فرنیچر که هست صحیح است یا کلش چیست اگه ما جدا جدا میخریم اینو به نام انوینتری پارت یاد میکنه صحیح شد خب حالا اگه تو میخوای که انوینتری تو ببینی که چقدر انوینتری فعلا ما داریم میایم در مینوی انوینتری این مینو بعضی اوقات در مینوی وندر میباشه در اینجا کماند است به نام انوینتری اکتیویتی شاید در کویک بوکس که شما اینستال میکنید در کمپیوتر تن در اینجا باشه نشه که در اینجا پیدا نکنین بگوین که والا در کجا است چه رقم است اگر در کمپیوتر شما در اینجا نبود در اینجا میاد در مینوی انوینتری در اینجا که آمدن در اینجا خودش فعال میشه یگان وقت بیخی در اینجا هم نمیباشه علتش چیست اگر شما در مینوی لیست ببخشید در مینوی ادیت در پرفرنسز بیاین در انوینتری بیاین در انوینتری که آمدین اگر شما ای آپشن غیر فعال کردین ای آپشن مکمل مینوی انوینتری از برنامه کویک بوکس تن گم میشه مکمل از مینو چیزی که هست در کویک بوکس بیخی انوینتری رو شما پیدا نمیکنین گم میشن و چی وقت گم میشه که وقتی که شما از طریق استارت ستاپ کمپانی فایل در کویک بوکس جور کنین انوینتری باز کار نمیکنه شما خودتون مجبور هستین اون رو فعال کنین سل کنین اوکی کلیک میکنین اینا که کلوز اوکی کردم اوکی کلیک کردم حالا شما بین مینوی انوینتری دیگه چی شد کم شد نیست اگر در وندر بیم اینجا بیخی کمانده کم شده توجه هستیم چیزی کمانده که مربوط انوینتری میشد کلش غیر فعال کرد پس اگر در کمپیوتر شما نبود به این شکل فعال میکن اول میان در مینوی پریفرنسز در اینجا که آمدین در انوینتری در کمپنی پریفرنسز انوینتری این پرچیز آرڈر بگو برای ما اکتیف کو ایر که اکتیف کردیم بعد از میری انوینتری در اینجا این ملتیپل سایت هم فعال میکنی که ایره فعال نکرده کار نمیکنه باز ملتیپل سایت اوکی کلیک کردم بعد از اوکی کلیک کردم حالا شما ببینید هم امرای ما شما مینوی انوینتری پیدا شد ایجاد شد نشد انوینتری اگه ایجا نبود در مینوی وندر است خب اگه بیایم اینجا ما شما امرای ما شما ملتیپل سایت هم چی شده فعال شده خب پیش از اینکه تو در چی کار کنی در ملتیپل سایت کار کنی اول باید ببینی که تو انوینتری در بزنس خود داری نداری چیزی داری که بفروشی یا نه لیستش خجور کردی به خاطر معلوم کردن از ما در کجا میریم میریم یک کماند هستم برای ما شما بنامی فیزیکلی انوینتری ورشیت اگر تو میخوایی بفهمی که فیزیکلی چقدر انوینتری برای ما شما موجود است در بزنس ای را کلک میکنی ای را که کلک کردی برای ما میگه بیدا تو انوینتری لیست تجور کردی یعنی انوینتری تو باید بخری و پس بفروشی مگم فعلا آن هند کس هیچ نداری آن هند چی مانا موجوده بشت صفر است مکمل هیچ وجود نداره خب چه کار میکنیم ایره ما باید خریداری کنیم خب قبل از اینکه خریداری کنی تو باید بری در برنامه کویک بوکس در مینوی لیست در اینجا ملتیپل سایت تا فعال کو انوینتری سایت لیست فعال کو که تو که خریداری میکنی ایره مستقیم در کابل میاری یا مستقیم به ولایت روان میکنی یا از کابل به ولایت روان میکنی خب چه کار میکنم اومدم در انوینتری سایت لیست که اومدم در اینجا که اومد سل کو تیار سید نو سایت چون کمپانی سابقه بود فعال کردگیس یک کابل مین برانچ هستا و یک ننگرهار برانچ است و یک بغلان برانچ است اگر نو جور میکنه بسیار ساده است رایت کلیک کو نیو انتخاب کو کدام چیز خاص نداره ما به طور مثال یاره دلیت میکنم که شما هر قلب فهمین که چه قسم جور میشه ایرم دلیت کردم اوکی کلیک کردم ایرم دلیت کردم اوکی کلیک کردم و ایریگیشن چی کردم دلیت کردم و این کماند که است بای دیفالت وقتی که شما نه انوینتری سایت لیست فعال میکن خودش فعال میشه اگر میخواستی دلیت کنی مشکل نداره میتونی ایرم دلیت کنی رایت کلیک کردم نیو انتخاب کردم گفتم یک سایت ما که است کابل مین برانچ است کابل مین برانچ ای مین چیم سایت ما شما است خب دیجی دسکریپشن چیز رو نوشته میکنی نوشته کو ای بین چرا کار نمیکنی بین فقط به خاطر اینکه فعال نکرد بین چیز شما بو کار ندارین سایز دسکریپشن نوشته میکردم که به طور مثال هر چی که نوشته میکنی اگر ادرسش نوشته میکنی دیگه معلومات نوشته میکنی نوشته کو سایت کانتاکت دیتیلز مثلا فون نمبر و نام نفر حتی نوشته کدم میتونم نوشته میکنم که نفری که مثلا تو باید امروز ارتباط بگیری محمد اسلام است ای سایت فون نمبرش چیست نوشته کردم که اینی فون نمبرش هست
صحیح است. اگر من این کس دیگه میه کوی بوکس کار میکنه، یک مشکل در سایت بغلان پیدا شد، شمارش هست زنگ میزنه برش معلوماتش میگیره. ادرس چیز کابل نوشته کردم که دیسترکت نمبر 3 کوتی سنگی. خب باشه، اول کوتی سنگی نوشته میکنم، کوتی سنگی، بعد نوشته کردم دیسترکت نمبر 3، هیره نوشته کردم، اوکی کلیک کردم. یک سایت بنام کابل مین برانچ جور شدم برای شما. دیگه نیو انتخاب کردم، نوشته کردم که بغلان، صحیح است، برانچ نوشته کردم و بعد از اون نیکس انتخاب کردم، گفتم که ننگرهار برانچ، ایده جور کردم، اوکی کلیک کردم، سی برانچ هم رایمو چی شد؟ سایت جور شد. خب آلی میریم خریداری میکنیم. پیش از اینکه شما خریداری کنیم این کار را باید بکنیم. خب پیش از اینکه خریداری کنم باید ببینیم که پیسه دارم یا ندارم، پیسه پیشی ماست یا نیست. بله، در اکاونت ای ای بی بانک، در اکاونت افغانی 50,000 افغانی ما داره. خب من چیکار میکنم؟ میرم در مینوی اینونتری، در مینوی وندرز میرم. پیش از اینکه ما پرچیز آرده کنم، هیچ پرچیز آرده نیاز نیست. مثلا رفتم در دبی، رفتم هیچ آرده نکده بودم، بوجه که رفتم در بازار دیدم که قلم که مثلا سی پی یو مونیتور دیگه چیزایی که ما میخرم میفروشم، او رو پیدا کردم بسیار خوب خوبش، او رو گرفتم، صحیح است، او رو که گرفتم بلش هم گرفتم بایشم و ای روان کردم در کابل. سلکو هر وقت شما جنس میخرین و امرایش بلن باشه، ریسیو آیتم این انتر بل انتخاب میکنیم و اگر تنا آیتم انتخاب پیدا کری بل گفت برو یک هفته بعد یا یک روز بعد برت روان میکنم. ای رو ببر اگر در دفتر خوش کرد بلش برت روان میکنم، اگر خوش نکرد هیچ. اگر دفتر آوردی که او را به طبیعتش بود ریسیو آیتم کردی، بلش بعدن آمد بر انتر بل فور ریسیو آیتم باز انتخاب میکنه. ما میگیم نه، ای را باز بعدن ما شما میخوانیم، حال چی میکنم؟ ریسیو آیتم این انتر بل انتخاب میکنم. میگم بیادر چی کار کریم؟ ما از کدام ویندر یک ویندر جور میکنم بنامی ایکس وای زی تک ویندر هستن، بس دیگه معلوماتش درج نمیکنم، اوکی گفتم. از امی ویندر ما، ویندر کی را میگه؟ از کسی که ما شما خریداری میکنیم، سپلایر ما شما کسی که باشه، صحیح است؟ از این نفر کمپانی که هستن ما جنس خریداری کردیم، این دیگه معلومات شاله میمانیم، میم مستقیم در آیتم چی رو خریداری کردیم، اونمو آیتم ها رو که ما شما در آیتم لیست جور کردیم در اینجا تیار میه. اگر جور نکنیم باز به مشکل روبرو میشیم، مجبور استیم خود مسئله جور کنیم. میگیم بیادر سی پی او رو از این نفر گرفتیم، مشخصاتش چه خودش میه، به اون شکل دیگه چی گرفتیم؟ میگم مونیتور گرفتیم، دو قلم جنس گرفتیم. خب ایره چقدر شما ریسیف کردیم؟ میگم دادانه از ایره ریسیف کردم و دادانه از ایره ریسیف کردیم. من مکمل چقدر میشه؟ 20 دانه میشه. قیمت های از او هم است، از ایم است. خب ادرس از ای چی است؟ چون ما چیز رو نوشته نکردیم دیگه کلش خالی آمده، میبینین شما؟ اگر بل دار خب بل نمبرش نوشته، من نوشته میکنم که بل نمبر نوشته کردم که آی این وی ده بیسی بل نمبرش هست. این بسیار مهم است، از یاد نری رو باید نوشته کن. تاریخی خریداریت کدام تاریخ است؟ میگه میده و تاریخ 15 خریداری کردیم، صحیح شد. خب از چه قدر اماوند است؟ مکمل کلش جمع میکنه اتوماتیکلی، میاد 42,000 افغانی است. اگر جنس کم زیاد میکنی یه کم زیاد میشه. با چه قدر وقت باید پول برش پرداخت کنی؟ صحیح است، این مربوط از این میشه که چه قسم ما بر ازی تعهد کردیم. ما میگیم که برای ما گفته بود که پول باید تو برای ما به تاریخ 20 پرداخت کنی، به تاریخ 15 خریداری کردیم، گفت به 20 پول برای ما چی گفت پرداخت کن. کلاس هم میبینین ده اینجا ما سمرای ما شما کلاس و ده اینجا ماست. اگر مکمل جنس شما میخواستین که مثلا ای ترانزکشن کی ریکارد میکنین، کی مصارفات ما مثلا به خاطر دپارتمنت کامپیوتر ساینس میکنیم یا به خاطر دپارتمنت مالی میکنیم، شما کلاس میجا چی کدام میتونیم انتخاب کدام میتونیم، چون کلاس ده کمپانی دیگه فعال کردیم، دیگه فعال نیست به خاطر چیزی نه. خب اگر ما شما بیم ده اینجا سایت ده اینجا کالم دیگه هم برای ما شما است که باید باشه متوجه باشین، سایت ما فعال کردیم ده اینجا به ایر مستقیم کلش به یک سایت روان میکنی، میشه که ده اینجا انتخاب کنی کابل. کابل که انتخاب کردی یک آپشن برات میده، آپشن میده میگه بیادر میخوای دو یو وان تو یوز دس سایت آن آل اینونتری آیتم آن دس فرم، اینم یک سایت به تمام ازی استفاده میکنی، یعنی ایجنس مستقیم شما ده می سایت روان میکنین، یعنی نمیگم ایر فقط این ایجنس ما روان کردیم ده مین برانچ و دیگهش که است مستقیم در ننگرهار روان کردیم، ایده خریداری کردیم به نام ننگرهار، صحیح شد. بعد از چیکار میکنیم؟ سیو این کلوز میگم، سیو این کلوز کلیک کردی ترانزکشن ما چی شد؟ ریکارد شد. این خو گابی جداست که ما شما علی قرضدار شدیم. چقدر قرضدار شدیم؟ در کمپانی سناپ شات بیا
د اینجا برای ما نشان میده 42000 افغانی بود نه اکاونت پیبل ما چقدر هستن 42000 افغانی سر ما از مردم چی شد جمع شد حالا اگر بر ما شما در مینوی اینونتری د فیزیکال اینونتری ورشیت بیم د اینجا ببینه اینونتری ما زیاد شده کدام قلم سی پی یو و مانیتور داده نه شده داده نه شده هست یا نیست صحیح اگر تو میخواستی به اساس سایتی را معلوم کنی که در کدام سایت چقدر اینوینتری ما داریم در مینوی چی که بیاین در اینوینتری در اینجا شاید و کمان در مرای ما باشه اگر تو میخوایی به اساس سایتی را معلوم کنی اگر در اینجا نبود سلکو اینوینتر سایت لیست خواه مرای ما در اینجا هست در اینجا در این نیست در مینوی چی میام در ریپورت میام در ریپورت ببینین در مینوی اینوینتری بیاین در اینجا quantity on hand by site یک کمان نسا مرای ما شما اگر میخواستی اینوینتری موجوده تا معلوم کنی به اساس سایت پس این کماند ما به خاطر از استفاده میکنیم ایره ما کلیک کردم سلکو برای ما میگه تو هم سی پی یو داری هم مونیتور داری سی پی یو داده نداری زیستا ای دا ببخشین دا کدام برانچ است دا کابل مین برانچ است و مونیتور که است دا کابل صفر است دا دیگه برانچ هم نداری فقط دا کدام برانچ داری دا ننگرهار داری مکمل کوانتیتی آن هند داده نه سی پی یو داده نه مونیتور است برای ما نشان میده حالا اگر تو بخوای که ایره انتقال بده از یک سایت به دیگه سایت هم میشه بازور ما شما اگر کل شیجه تشریح کنم خیده مینوی اینوینتری باز چی بخانه بوجه کل چیزا میمانه صحیحستن یعنی هدف ما ای بود که شما این سایت چه قسم استفاده میکنین در کجا فعال میشه اصل که اینجا ما ترانسفر اینوینتری یک کمان داریم زیاد مردم که استفاده میکنن کسایی که بزنس داره فروشات داره این ترانسفر اینوینتری کمان زیاد استفاده میکنن که از یک سایت اینوینتری روان میکنه مثلا در ننگرهار در بغلان روان میکنه یک چیز زوج باقی میمونه پس بوده در اینجا روان میکنه این کمان داره باز بخاطر ازو استفاده میکنه صحیح شد؟ دیگه به این شکل ما شما چی کار میکنیم ملتیپل سایتس و کلاس ترکینگ در برنامه کویک بوکس فعال میکنیم و او را استفاده میکنیم بسیار زیاد اهمیت داره دو کماند کویک بوکس خب ایره ما پس کلوز میکنم میرم دم کمپانی کنه خود ایره کلوز میکنم بنامه الکوزای بود کمپانی آمدم در اینجا در پرکتس رفتیم در اینجا الکوزای انتخاب کردم اینجا آمدم پرکتس الکوزای خب پاسورد چی بود؟ اسد ات یک دو سه اوکی کلیک کردم ایره میگم بری ما دیگه بیدار نیور ریمایند کو کلوز گفتم خب کلاس ترکینگ شما فهمیدین سایس اینوینتری سایت هم شما فهمیدین چرا اینوینتری سایت دیگه کار نکردیم بخاطر از اینکه اینوینتری لیست نداشتیم ما شما و یه امرای اینوینتری لیست کار میکنن خب بعد از اینکه شما چی کار کردین اینوینتری سایت و اینوینتری لیست جور کردین کار دیگه که ما انجام میدیم در برنامه کویک بوکس جور کردن آیتم لیست است ما چیزی که میخریم و چیزی که میفروشیم او را باید لیستش با خود داشته باشیم یعنی قبل از اینکه ما بریم از وندر خریداری کنیم و او را باز بفروشیم به مشتری خب تو هم لیست از وار جور کن چی را میخری چی را میفروشی دا اینوینتری دا ببخشید دا مینوی لیست دا آیتم لیست که اومدی دا اینجا ببینید امرای ما شما به طور عادی که است یعنی بای دیفالت که است هیچ آیتم نمی باشه بدون یک آیتم و این آیتم که است خودش برنامه کویک بوکس جور میکنه به نام اوت اف استیت یاد میشه اوت اف استیت به خاطر اون مشتری ما استفاده میکنیم که او از تکس اگزام می باشه تکس پرداخت نمیکنه ما بر ازوا اوت اف استیت استفاده میکنیم خب اگر خواسته باشی که آیتم نو جور کنی اگر او اینوینتری پارت باشه سرویس آیتم باشه نان اینوینتری پارت باشه اینوینتری اسمبلی باشه در می صفحه در کنج که رایت کلیک کنی نیو انتخاب کنی از این صفحه ما میتونیم که سرویس آیتم یا اینوینتری پارت در برنامه کوی بوکس اضافه کنیم شارت کلیک کنیم کنترل این است و از این طریقه میشه که آیتم لیست بیایم نیو انتخاب کنیم صحیح است اینو که انتخاب کنیم دینجا ما شما نوی آیتم انتخاب میکنیم که آیتمی که جور میکنیم چه قسم است تایپش سرویس است تایپش اینوینتری پارت است تایپش اینوینتری اسمبلی است نان اینوینتری پارت است چیست ما میگیم اول بهتر ما یک چند دانه سرویس آیتم جور میکنم اگر کمپانی شما یک قسم کمپانی است که فقط سرویس پروواید میکنه خدمات ارزا میکنه مثلا ما یک کنسلتینگ کنسلتنسی دارم ده اونجا فقط دفتر مشوره دهی است که می ترنینگ کویک بوکس میتم مثلا تکنیکال سپورت میتم به طور مثال لایسنس زیر میفروشم یک کلش مربوط سرویس میشه سیست خب ما یک چند تا سرویس آیتم جور میکنم ده اینجا آمدم چیکار میکنم میگم بیادر
سرویس آیتمی که جور میکنه نامش چی است؟ من اشتر میکنم که QuickBooks Desktop Training است. یک سرویسی که ما پروواید میکنیم این نمیست. QuickBooks Desktop Training است. خب آیت میخوای واحد اندازگیری رو برای مشخص کنی، Unit of Measurement میگم، ولی خوب آپشن است. به خاطر از اینکه باید ما بفهمیم که واحد اندازگیری ترنینگ چیست. واحد اندازگیری ترنینگ ایچ است. هر یک ترنینگ مثلا اینقدر قیمت داره. همونطور است، یعنی در اینبل که آمدی ایرا که کلیک کردی برای ما میگه بیادر بعضی آیتم ها قسم است که مور دن وان که است یونیت آف میجرمنت استفاده میکنه، واحد اندازگیری داره. مثلا دو دانه واحد اندازگیری داره به طور مثال. برای ازو اگر باشه باز ما ملتیپل یونیت آف میجرمنت پر آیتم انتخاب میکنیم، چون این سنگل یونیت آف میجرمنت داره، ایچ داره نه هر کویک بوکس ترنینگ. ما سنگل یونیت آف میجرمنت پر آیتم انتخاب میکنیم، یو ام چی مانه یونیت آف میجرمنت. یه رکی انتخاب کری نیکست میگی، نیکست که کلک کری برای ما میگه بیادر پیش ما بلتن اینمی واحد های اندازگیری است. واحد های اندازگیری که مربوط کانت میشه، شمارش میشه، ایچ میشه، باکس، دوزن، درجن که میگی ما شما نه کیس هم میشه، یا کیس سی پیو برای ما بتی با مو شکل. مثلا یک درجن پیاله، یک درجن کتابچه، یک درجن قلم، این چیزها را بازی ها را استفاده میکنیم. اگر لند باشه اینچ و فوت ای را استفاده میکنیم. اگر میگی که در اینجا بیخی وجود نداره، باز ادر خودت جور میکنی واحد نزگیری را برای سو سعیستا اگر بیخی وجود نداشته باشه. خب ادر که انتخاب کردیم، میم نکس انتخاب میکنیم، چی نامیدی با واحد اندازگیری؟ مثلا به طور مثال من نوشته میکنم که ایچ نوشته کردم، بس طور مثال سعیستا ایچ ایچ ترنینگ این قسم نوشته کنم، ایچ ترنینگ این فول نیمش نوشته میکنی، در پایین ابرویژنش خودش هم میگیرد، خودت هم میتونی نوشته کنی ایچی نوشته میکنم. مثلا ایچیست یک واحد اندازگیری است، نکس فنش انتخاب کردم که خودم جور کردم برای ازیه سعیستا. اگر میگی نه ای خود ستندرد نیست، ما ستندردش کار دارم ده ارد نیو که آمدید ده اینجا بیا سل که ایچ ایچ داره ما شما نکس انتخاب کو، ایچ انتخاب کو، ای ایمیه اصل نکست نشان ازی. بعد ازو فنش گفتم این سال که یک واحد اندازگیری برای ازی انتخاب شد به نام ایچ. خود دسکریپشن نوشته کو، در دسکریپشن نوشته میکنیم که بیادن this training include basic to advanced level of QuickBooks. یک معلومات که یک کس اگر میایه تو به یک کس انوایس جور میکنی، دمو انوایس این معلومات چی میشه درج میشه. اگر ای سرویس ها ای سرویس ها this service is used in assembly or is performed by a subcontractor or partner. اگر این سرویس که شما به مشتریتان میدین، اگر توسط کدام کانترکتور قرارداد شما یا پارتنر شما انجام میشه، بازی را انتخاب کنیم. میگم نه، این خود ما ای پروواید میکنیم. خب با چقدر افغانی شما این سرویس پروواید میکنیم؟ میگم با 3000 افغانی انتخاب کنیم. پر ای تی آل پتانوزم که اسم واحد اندازگیری سابقه را گرفته، خب این تغییرات میده اینجا. سر از اون بالای مشتری تکس چارج میکنی یا نمیکنی؟ میگم نه، نان تکسی بالا است بیادر. سر سرویس که است ترنینگ تکس ماکس چارج نمیکنیم ما شما. همیشه وقتی که شما فروشات داشتین دا کویک بوکس باید یک اکاونت باشه با نام سلز، او رو باید با او لینک کنیم. و هر وقت که ما شما سرویس پروواید میکنیم، پولی که از طریق قضی به دست میاریم باید دا کویک بوکس دا چرف اکاونت یک اکاونت باشه با نام سرویس اینکم، ای را باید با او لینک کنیم. ما میبینیم که اینجا اینجا که کلیک کنیم چارت اکاونت برای ما میاره که به نام سرویس اینکم ما کدام اکاونت داریم یا نداریم. سرکو اینکم ما کی هستا، کدام اکاونت هستا، بی بی ای دپارتمنت، بی سی اس دپارتمنت، کامپیوتر ساینس، کامپیوتر انگلش نیستا. به خاطر سلس داریم چی میکنیم؟ یک اکاونتی نو جور میکنیم، در اد نیو آمدم نوشته کردیم به نام سرویس اینکم، اینکمی که ما از طریق خدمات سرویس به دست آوردیم. داخلی ما داخل سال کس پرسان میکنه چقدر پول ما از طریق سرویس اینکم به دست آوردیم، میشه که تو را برش نشان بدی. اگر تو مشخص میسازی که مثلا نه پولی که ما از طریق ترنینگ های خدمات کویک بوکس به دست آوردیم، یک جای اکاونت به نام کویک بوکس سرویس اینکم جور کو، کس به تو نمیگه کی جور نکو، جور کو کارت آسان بساز صحیح. اگر تو از طریق انستالیشن کویک بوکس یک چیز رو به دست میاری، تکنیکل سپورت به دست میاری، برای از یک اکاونت جدا جور کن، ما چی میکنم؟ مال مکمل یک اکاونت جور میکنم، سرویس انکم یک اکاونت جور کردیم صحیح شد. بعد سیو اند کلوز انتخاب کردم، اوکی کلیک میکنم. وقتی که اوکی کلیک کردی اینال شما بین یک دانه آیتم امرای مده برنامه کویک بوکس اضافه شد به نام چی؟ به نام کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ. دسکتاپ غلط نوشته کردم، رایت کلیک میکنم، ای رایدت میکنم، شما هم صدایت نمیکشین
QuickBooks Desktop یک کام آنده. خب description ازی چیز تا this training include basic to advanced level of QuickBooks type account کی باو لینک است چی است service است account the chart of accounts با کدام accounti لینک شده گیست service income ای type شد type ازی account چیز تا services account کی باو لینک است service income است قیمتش چی خدر است سیزار واحد اندازگیریش چیز تا ای چی است با مشکل آمد رایت کلیک کردم نیو انتخاب کردم میگم یک سرویس آیتم دیگه جور میکنم بنامی چی؟ بنامی QuickBooks چی؟ QuickBooks تکنیکل سپورت بعضی مردم زنگ میزنن که ما QuickBooks ما مشکل داره سرور ما مشکل داره برای ما سپورت بدین خود در مقابل از ما چقدر پول میگیریم واحد اندازگیری از چیز میگیم ایچ ایرم ایچ انتخاب میکنم هر دفعه که ما میریم بیادر در مقابل از او 5000 افغانی از پیش از او ما میگیریم وقت ما خوزایا میشنه خود اینجا میتونه که نوشته کنی all types of support صحیح شد taxable است نه taxable است در اینجا چی میکنی باز چی میکنیم service income account تیار است او را انتخاب میکنیم ما شما ببینیم service income account داریم بله service income این انتخاب میکنیم اوکی کلیک میکنیم اگه این sub item است main item دیگه است او را میتونه مثل در chart of accounts که ما شما جور میکردیم sub item و main item این را میتونه انتخاب کنیم میگیم نه یه خودش main item است اوکی کلیک کن این امره ما شما یک دن item دیگه جور شد در QuickBooks به نام technical support و تایپش چیست؟ دسکریپشنش نوشته که all types of support و تایپش سرویس است اکاونتی که لینک شده سرویس انکام است واحد اندازه‌گیری و پولیشن با مو شکل رایت کلیک میکنم نیو انتخاب کردم مثلا ما یک دفتر مشوردهی دارم دو جا پروپوزل رایتنگ میکنم پروپوزل رایتنگ خب ایم یک سرویس است نه خب واحد اندازه‌گیری از چیست؟ میگم ایچ است در اینجا میتون نوشته کنی که this service include basic proposal writing نشوه که یک نفر مثلا میخواهی که در افغانستان مثلا یک چی جور کنه یک زیر زمین که چی جور میکنه تونل جور میکنه برازو یک پروپوزل جور میکنه سر ازو بر بیه بیادر یعنی 5000 افغانی بیگی برای ما یک پروپوزل زیر جور کن بسیار مشکل است basic proposal مثلا چقدر افغانی میگیم در مقابل ازو مثلا میگیم 10000 افغانی میگیم خو اینجا چی میکنم سرویس انکم انتخاب میکنم بعد از او اوکی کلیک میکنم به مشکل هر نوع خدماتی که شما ارائه میکنین سرویس ارائه میکنین شما باید بر از او یک آیتم جور کنین اینجا مثلا بعض مردم کویک بوکس انستالیشن میکنه یا کامپیوتر ریپیرینگ میکنه نه کل از یار شما مشخص میکنین ده اینجا اگر شما باید تن با شما پولش چی کردیم مشخص کرد مثلا بعضی تکنیکل سپورت قسمی هسته که پولش بسیار زیاد می باشه از 5000 شاید به 25000 افغانی عمر کس انجام نتا باز چی کو تو حالت قیمتایش مت خالی بان ایده خالی بان اوکی کلیک کو وقتی که به مشتریت انوایس جور میکنی ده اینجا که آمد مثلا انوایس چی رو جور میکنی انوایس این پروپوزال رایتینگ یا کویک بوکس تکنیکل سپورت باز اونو وضعیت دیده قیمتش خود چی میکنی اماونتش مشخص میکنی یعنی این اماونت فیکس نیست که شما چیزی که اونجا نوشته کردین اونمو قابل تطبیق است هر لحظه که شما بخواید اون رو تغییرات آورده میتونید خب به مشکل هر رقم سرویس که شما در کمپانی دارین اون رو نوشته کرده میتونید خب بعد از اینکه سمره ما شما چیز آمدم رایت کلیک کردیم نیو انتخاب کردیم در اینجا کمان دیگه که از اینوینتری پارت است ما پیشترم براتون گفتم که هر چیزی که ما شما میخوایم بخریم و دوباره پس او را بالای مشتری بفروشیم این ما شما در اینوینتری پارت درج میکنیم اگه او فرنیچر باشه اگه هر چی که باشه ماشینری باشه هر چی که باشه ما او را چی میکنیم ماشینری خود درج فکس سر است خب مثلا این فرنیچر و این مونیتور و این کامپیوتر و این پرزجات از یار کلش ما در اینوینتری پارت چی میکنیم درج میکنیم آمدم در اینوینتری پارت ایره که انتخاب کردیم از پیش ما پرسان میکنیم بیادر امی آیتمی که تو میخوای در اینوینتری پارت درج کنی نام ازی چی است نام و نمبرش یا نامش نوشته که نمبرش ما میگم که نام ازی است نوشته کردم که انتل نوشته کردم کور آی 7 ببخشیم کور آی 7 سی پی او ایه نوشته کردیم یک اینوینتری پارت هستم برای ما شما سی پی رو میفروشم واحد اندازه‌گیری از چی است ایم ایچ هست اگر متفاوت باشه اد نیو انتخاب کن میگم نه ایچ هست یک دانه سی پی او ما میگم نه یک دانه سی پی او کار دارم ایچ آمد خب این سب آیتم هست نه سب آیتم نیست منیفکچرر پارت نمبر داره بعض یک پارت هر منیفکچرر یک نمبر باش میده اگر باش نوشته کن
اگر نباشه هیچ، ما میگم اصلا برای این نیاز نیست که نوشته کنی. در افغانستان هیچ نمبر ممر چیزی نداره، مثالش گفتم. خب همیشه چیزی که تو در اینونتری پارت ما گفتم چیزی رو ما آرت میکنه که ما میخریم و دوباره پس میفروشیم. این حالا یه که میخری پرچیز انفورمیشنش هیچ نوشته کن، میفروشی سلس انفورمیشنش در اینجا نوشته کن. خب با کدام معلومات توی رخند وقتی که به تو آمد ایجنس چقدر رم داشت، چقدر پروسسر داشت؟ بعضی مردم چی کار میکنن؟ رم در کامپیوتر میباشه مثلا 4 جی بی، او رو 8 جی بی میکنن، خصوصا در کودستنگی. پروس مثلا هارد دیسک که 65 جی بی او رو 1 جی بی میندازن، به جای از اینکه 5000 افغانی صرف دیگه اضافه میکنن، جنس تغییر میتنه. ما میگیم که انتل سی پی، خب نوشته کردم که دل انتل کور آی 7 صحیح است، 2600 پروسسر ازی بود، صحیح است، پروسسر نوشته کردیم. گیگا هرتز نوشته می کنه، چیکار نوشته می کنی؟ با می مشخصات ای رو ما گرفت. خب هارد دیسک از چه رقم بود؟ نوشته کردم که 1 تی بی اچ اس دی، اس اس دی نبود، هارد دیسک بود، صحیح است، اچ دی دی بود. و با مو شکل پروسسرش مشخص است. ریمش چقدر بود؟ نوشته کردم که 8 جی بی ریم نوشته کردم. با می مشخصات گرفتم، پس با می مشخصات ما اینو چی میکنم؟ میفروشم. وقتی کی تفت کلیک کنی طرف خودش کاپی میشن. اگر تغییرات آورده باشی میتونی که تغییرات ده اینجا بیاری، اگر نه این معلومات که چیزی هست خودش کاپی میشن. همیشه ما شما که چیزی رو خریداری میکنیم در کویک بوکس یک اکاونت است به نام کاست اف گود سولد، دو خودش لینک میشه که یو مربوط اکسپنس ما شما میشه، کاست اف گود سولد سی او جی اس. و چیزی رو که ما شما میفروشیم در کویک بوکس یک اکاونت است به نام سلز، اتوماتیکلی به او لینک میشه. اگر لینک نشود خودت لینک میکنی. این کاست اف گود سولد همیشه خودش لینک میشه اتوماتیکلی. خب برای ما میگه بهتر ایره توان تو خریدی، که خریدی خیلی بچن خریدی، میگه میره با 3000 افغانی گرفتیم. خب پس که میفروشی سلس پرایس ازی چند است؟ میگم ایره با 4000 افغانی پس ما میفروشیم میسی پیورا. خب باز برای ما پرسان میکنیم تاکسی بر است یا نیست؟ کاست اف گود سولد اکاونت خودش اتوماتیکلی انتخاب شدگی است، اگر نبود خودت انتخاب میکنی ایره. هر چیزی که ما میخریم دوباره میفروشیم کلش اتوماتیکلی با کاست اف گود سولد لینک میشه. اگر لینک نبود خودت لینک کوره. ایراد از تو از کدام ویندر مشخص خریداری که، چون اینجا پرچیز انفورمیشن نوشته کردی باید نام مشخص و ویندر مشخص تا درج کنی. اگر نیست هیچ بان مشکل نداره، بعدا که خریداری میکردی باز انتخاب کوره. دیگه مثل که ما شما کاست اف گود سولد اکاونت اتوماتیکلی انتخاب میکنه و ای بای دیفالت اکاونت است به تمام خریداریا، بای دیفالت اکاونت به خاطر تمام فروشات به نام سلس یک اکاونت هست. در کویک بوکس خودش ایجاد میشه، اگر نبود خودت ایجاد کنی اینجا هستم برای ما شما، ایره ما ایجاد نکردیم خودش جور شده. اینجا مارجن و مارکابش هم نشان میده برای مارکاب مارجن چیست، باز گپ میزنی ما شما. دیگه اگر کدام وندر دیگه است الٹرنیتیو وندر نامش میشه اینجا مشخص کنیم شما، میگیم نیست. از همین اینونتری که به نام انتل کور آی 7 سی پی یو است، آن هند داری نداری فعلا چیست؟ صفر است. اگر آن هند داری در کدام سایت داری؟ ما شما چند تا سایت رو فعال کرده بودیم، چون دی ورژن که ما سایت نداریم، نه دی کمپانی فقط ملتیپل سایت آورده خود نداریم. اگر میگی که نه داریم، یک دادن داریم، صحیح است، دادن اوکی کلیک کری، قیمتش برای ما اینجا نشون میده. این همین قیمت تمام شده ضرب میکنه و دادنش چقدر میشه؟ 3000 افغانی. از کدام تاریخ بودم رای؟ اگر سایت های مختلف باشه میشه نوشته کنی که دایی سایت نه قدر است، این سایت نه قدر است، این سایت ای آن هند است. آن هند بای منان وقتی که ما بزنس شروع کردم گرفتم، این همی یک بزنس است، او را از یک کس دیگه گرفتم. ما ایره که گرفتیم از یک کس دیگه، خود چقدر کوانتیتی موجود بود اون امور شما در اینجا نوشته میکنم. ما میگم نه هیچ هیچ نیست پیش ما، صحیح است. یک ری آرڈر پوائنٹ اس ہمرے مشما میگم وقتی کہ انوینٹری ما دا بزنس ما با 20 دن رسید کوئک بوکس بری ما مسج پتا کہ بیدر تو ری چی کو آرڈر کو یک میکسیمم استا و یک مینیمم است. میکسیمم میگم کہ اگر با 20 دن رسید و مینیمم اگر با 10 دن رسید کوئک بوکس بری ما چی کنا مسج بتا ایر 10 دن میسازم و ایر 20 دن میسازم. امی انوینٹری کے بنا میں سی پی یو یاد میشه کور آئی 7 که تعدادش 20 تا رسید کویک بوکس برای ما مسج بده که بیادر این جنس پیشت کم است آردر کو از دوبه هزار جایی که میخوایی. مینیمم که بداده نرسید هم برای ما مسج بده. و وقتی که تو کوانتیتی آن هند اینوینتری پارت آرد میکنی در کویک بوکس اتوماتیکلی یک اکاونت جور میشه بنامه اینوینتری اسیت که کرنت اسیت ما شما است، ای دو جه لینک میشه.
فعل نمره ما است نیست ما یک دانه امتحانی یک دانه را آرت میکنم میگم یک دانه اویلیبل پیش ما است اوکی کلیک میکنم سل کو دا کویک بوکس فعل پیش ما هیچ دا چارت اف اکاونت کو دا اکاونت به نام انوینتری اسیت نیست کرنٹ اسیت مو شما است نیست او را که ما آرت کنم اتوماتیکلی خودش جور میشه اوکی کلیک کو ایده اگنور آل کو سپلینگ چک است یک دانه آیتم خو جور شدم رایم به نام انتل کور آی 7 ای ڈسکرپشن است ٹائپ ایزی انوینٹری پارٹ است اکاؤنٹ کی بالنک است بولنک است سیلز است ٹوٹل کوانٹیٹی آن ہینڈ مچ قدر است یک دان است قیمت چی قدر است به می فروشیم چی قدر است 4000 افغانی است آل اگر ما شما بریم پاس دا کویک بوکس دا مینوی لیست بیایم دا چارت اف اکاؤنٹس بیایم دا اینجا ببینیم اٹومیٹیکلی یک اکاؤنٹ امرای ما شما به نام انوینٹری اسیٹ اضافه شده یا نشده و ای کرنٹ اسیٹ ما شما است ارزشی انوینتری موجودی ما برای ما نشون میده ما بازش 3000 افغانی انوینتری اسیت داریم در بزنس یا در کمپانی خود صحیح است هر چقدر که است مکمل جی نشون میده و این اکاونت اتوماتیکلی دا بالانس شیت هم اضافه میشه بعد بالانس شیت چون دا بالانس شیت ما اسیت داریم نداریم کرنٹ اسیت داریم نه ای دا کرنٹ اسیت زیاد میشه سل کرنٹ اسیت یک اکاونت های بانکی است و دا پالو ازی یا ادر کرنٹ اسیت کیس انوینتری اسیت سمرا مشو ٹوٹل اسیت ما کرنٹ اسیت ما انا قدر اس بیادر سی لکو سی و شش هزار پنسد افغانی صحیح شد به شکل شما میتونین که چندین دانه انوینتری پارت در برنامه کوی بوکس اضافه کنین دیگه شب خیر در درس روزی بعدی میمانیم.